شب کارا رو حل کرد. متشکرم. 12:40 من فکر کنم که اگر بتونیم هر کدوم یه جمع‌بندی بکنیم، 1 دقیقه 2 دقیقه اگر موافق باشید. مثلا کنم جمع‌بندیمو اینجوری بگم که مشکل اساسی، اولا بگم من معمولا این حرف همیشه اول حرف میزنم که حرفایی که صحبتایی که من میکنم به عنوان فقط یکی از اعضای هیئت مدیره است، به جمعان نماینده هیئت مدیره من اینجا نیستم و نظرات کل هیئت مدیره رو من مطرح نمی‌کنم، نظر خودم شخصا به عنوان یک عضو هیئت مدیره است. مشکل اصلی به نظر من تعریف، شناسایی و اولویت بندی منافع کامیونیتی و مشکلاتی که کامیونیتی باشون درگیره که کنگره ایرانیان کانادا وظیفه داره در اون تعریفش میگنجه که اون مشکلات رو حل بکنه، اون منافع رو نمایندگی بکنه و سعی بکنه که ازشون حفاظت بکنه. دو راه، چند راه در واقع وجود داره که بشه این یا چند تا اپورتونیتی، چند تا فرصت وجود داره برای کنگره که بخواد، روش‌هایی هستن، روندی هستن که بخواد تعریف بکنه این منافع. یکی همون بحثی که الان تایاز هم بهش اشاره کرد، بحث انتخابات. اعضا باید تو انتخابات مشارکت بکنن. الان حدود 2 ماه و نیم تا انتخابات بعدی مونده. واقعا باید سعی بکنیم، به خصوص ما به عنوان اعضای فعال کنگره، سعی بکنیم که مردم و اعضای کنگره رو تشویق کنیم که مشارکت کنن و مشارکت آگاهانه داشته باشن و افرادی رو که کاندید میشن ازشون سوال بپرسن. به نظر شما منافع کامیونیتی ما چیه؟ شما میخوای بری توی کنگره، برنامه چیه؟ میخوای بری چه کاری انجام بدی؟ میخوای بری به کدوم یکی از مشکلات کامیونیتی ما رسیدگی بکنی؟ ببینیم که اون صحبتی که میکنه، اون برنامه‌ای که ارائه میده با تعریف کنگره مطابقت داره. اگه طرف اومد گفت من میخوام به عنوان مثال یک فستیوال فرهنگی را بندازم، خب اون موقع باید واقعا اعضای کنگره اگه به اون تعریف اساسی کنگره اعتقاد دارن بدونن که این طرف اصلا نمیدونه تعریف کنگره چیه. طرف مطالعهش رو ریسرچش رو نکرده اومده بیاد کاندید بشه. اگه که دیدین نه، داره برنامه‌ای که ارائه میده به نظر شما، به نظر هر کدوم از اعضا مطابقت داره با منافع کامیونیتی، دوباره از دیدگاه اونها، بنابراین حتما خوب کاندید خوبیه، میتونه فعالیت کنه در جهت منافع کامیونیتی. و بحث دوم همون بحث این که یک روند دموکراتیکی وجود داشته باشه در کنار این انتخابات که بشه یک پلتفرم اولویت بندی شده از منافع و مشکلات کامیونیتی در آورد. و این پلتفرم هر چند وقت یک بار، هر سال یا هر دو سال یک بار تجدید بشه، دوباره ریویو بشه، مرور بشه که هیئت مدیرهای مختلف مجبور باشن که دستورالعمل خودشون رو بر اساس اون پلتفرم تعریف بکنن. و اون ماجرا از طریق گفت و شنود انجام نمیشه. گفت و شنید بسیار خوبه، میتونه خیلی مفید باشه و من فکر میکنم حتی بهتره که خارج از کنگره مثل گروه شما که الان دارین کار رو انجام میدین انجام بشه، نه از طریق کنگره. اما ما نیاز داریم به یک روندی که تصمیم گیری بشه در آخر اون روند کرد. برای همونه که من بحث کنفرانس یا بحث نظرسنجی رو مطرح میکنم که وقتی که آوتکام آخرش اومد بیرون، اون رو بشه به عنوان تصمیمی که گرفته شده، به عنوان پلتفرمی که تعیین شده در نظر گرفت و روی اون کار کرد. جلسه گفتگوشون میایم صحبت میکنیم با هم، اما آوتکام آخرش چیزی نیستش که بشه بر اساس اون تصمیم گرفت یا دستورالعمل یک سازمان رو بر اساس یک گفتگو، یک دیالوگ تعیین کرد. مرسی. متشکرم. این آخرین دوره ها بگذر ازتون دیگه نمیاد. در مورد فراگیری همونطور که شعار کنگره اینه که یه سازمان فراگیر تبدیل بشه، امیدوارم که هر چی زودتر امکانات تکنیکی در اختیار همه از کشوری که از این سر تا اون سر چند هزار کیلومتر فاصله زمانی و مکانی داره و امکان مشارکت فیزیکی همه هموطنان ما در مسائل وجود نداره، بهتر رو امکانات تکنیکی بسیار فکر کنیم که بتونه هم مسائل، هم کنفرانس ها به صورت آنلاین برگزار بشه و حتی بحث انتخابات به صورت اینترنتی آنلاین انجام بشه که همه بتونن مشارکت بکنن. خیلی متشکرم. نه من خودم، من نتیجه گیری بگم. شما نمیخواین الان؟ نه شما نمیخواین. حالا من با اینکه اصلا دیدم این زیر کمیته غیر دموکراتیک، غیر معقول و غیر اساس هم به وجود اومد، ولی در عمل نشون دادم در اطلاع رسانی، در اینکه حمایت میکنم از
شهرام برای استقلال زیرکمیته ها و با اینکه اون جلسه بعد از اینکه قبول شد که دیگه نحوه اعلامش غلط بود موافق بودم که این جلسه ادامه پیدا کنه، گفتی شنود چون که هیچ ضرری نمیتونست داشته باشه، ولی تا آخرین لحظه مجمع عمومی با این زیرکمیته مخالفت میکنم و یک چیز رو میگم مهمترینه در ما ایرانی ها باید به وجود بیاد که پروسه مهمتر از نتیجه کاره. یعنی اگر این زیرکمیته طلا هم بیاره در دست من بذاره، من باید اینقدر ارزش اصول فردی داشته باشم بگم از این گذشت میکنم چون که اونطوری که میبایست این برخورد نکرد. اون صحبت اول برمیگردیم، من به موج کمتر اهمیت میدم، به زیربنا اهمیت میدم و ما ایرانیان 100 سال زیر استبداد در اثر موندن در کشور کانادا باید بوی آزادی و دموکراسی رو در وجودم به وجود یعنی حسش بکنیم. حالا راجع به جلسه آینده، ماه آینده، الان موضوع انتخابات هست، برگزار کنندگان اینجا نیستن ولی ما میتونیم اینا رو تحت تاثیر قرار بدیم. به نظر من انتخابات، موضوع انتخاب هم که شما گفتین، شما هم گفتین، الان یکی از موضوعهای روز خواهد شد. چی فکر میکنین که موضوع جلسه ماه آینده رو به آقایون برگزار کنندگان عنوان کنیم؟ انتخابات، خود بحث انتخابات، انتخابات کنگره ایرانیان دیگه. ما دو ماه وقت داریم، نه دیگه، این الان میفته تو اپریل، بعدش دیگه انتخابات تو می، بعدش یه هفته قبل انتخابات اتران داختر رو نه ما چیزی که هست، یعنی به نظر من با راه انداختن بحث انتخابات مردم رو تشویق میکنیم که به انتخابات توجه بکنن، در انتخابات شرکت بکنن. مقام رهبری میگه از خارج دارن تحصیل میکنن. پس موافق هستیم که یعنی ما میتونیم بگیم 100% اعضای که الان حضور دارن با این موضوع انتخابات موافق هستن. خیلی متشکرم از همه.